سلام دوستان، خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه و شاد و پر انرژی باشین. امروز میخوام یه رژیم غذایی رو بهتون معرفی بکنم که بر اساس تجربه من و همسرم 2 ساله داریم انجام میدیم، باهاش پیش میریم و نه تنها وزنمون به اون وزن ایدئالی که خودمون سالها دنبالش بودیم برسیم رسیدیم، بلکه تمام مشکلات جسمی و ناراحتی ها و مریضی هایی که داشتیم رو هم درمان کرده این رژیم غذایی و الان من و همسرم در کمال صحت و سلامت هستیم. اگر میخواید با این رژیم غذایی ما بیشتر آشنا بشید، پس در ادامه ویدیو با من همراه باشید. من تو این برنامه فقط میخوام از تجربیاتی که برای خودم و همسرم در طول این سالها ایجاد شده بهتون بگم، نه بر اساس شنیده ها از دوست و خانواده و کسای دیگه یا نه بر اساس خونده ها و تحقیقات، نه، چیزهایی که توی زندگی خودمون برای خودمون پیش اومده ایجاد شده تا به جایی رسیدیم که الان در طول این 2 سال من و همسرم نه تنها وزن ایدئال خودمون رسیدیم که سالها دنبالش بودیم، بلکه از لحاظ جسمی در کمال صحت و سلامت هستیم. یعنی نه زانو درد، نه کمر درد، نه مشکل قلبی، نه مشکل هورمونی، نه فشار خون، نه قند خون، نه کلسترول بالای خون، نه هیچی. یعنی کاملا در صحت و سلامت هستیم و به خاطر همین تجربیاتی که در طول این 2 سال ما برای خودمون ایجاد کردیم و به نتیجه رسیدیم و واقعا چون نتیجه گرفتیم، من الان اومدم اینجا دارم میگم، اگر نتیجه نگرفته بودم، اگر تو 50-50 بود و هنوز نتیجه نگرفته بودیم، خب من نمیومدم اینجا توضیح بدم، چون میگفتم هنوز به نتیجه نرسیدیم، ممکنه خب برگرده. ولی تو این 2 سال ما داریم این رژیم غذایی رو دنبال میکنیم و واقعا متعهدانه هم داریم دنبال میکنیم و انجامش میدیم و به نتیجه کاملا مطلوب رسیدیم. توی ویدیوهای متفاوت از همین رژیم غذاییمون، از همین روش برای شما میگم، از اینکه ما کجا بودیم، چه کارایی کردیم که به اینجا رسیدیم و الان تو چه وضعیتی هستیم و چجوری باید نگه داریم این رژیمو که بر نگرده به قبل، مریضیامون بر نگرده، بیماریامون بر نگرده، وزنمون بر نگرده، ماندگار باشه این رژیم و چیکار بکنیم که بتونیم ادامهش بدیم. یه رژیم غذایی رو مدام ادامه دادن سخته واقعا. آدم یه مدت رژیم میگیره، بعد یه مدت خب رها میکنه به دلایل خاصی. خب تو این ویدیو میخوام اول معرفی بکنم رژیم رو و بهتون بگم که ما کجا بودیم، چه مشکلاتی داشتیم و از کجا شروع کردیم و تو ویدیوهای بعدی ادامه این رژیم غذایی که پله پله چیکار بکنید تا به این جایی که ما هستیم برسید براتون توضیح میدم. پس بریم قسمت اول رو با هم شروع کنیم. من و همسرم سالها بود که مثل بقیه افراد، مثل خیلی از شما، دنبال کم کردن وزنمون بودیم، اصلا دنبال رفع مشکلات جسمی و مریضی هامون نبودیم، چون فکر میکردیم که خب اونها با بالا رفتن سن ایجاد شده و باید قرص و دارو بخوریم، پزشک بریم. فقط دنبال لاغری بودیم که وزنمون رو کم بکنیم، چون زانو درد داشتیم، خیلی مشکلات جسمی دیگه ای داشتیم که حالا در ادامه ویدیو بهتون میگم. دنبال کم کردن وزنمون بودیم و کلی رژیم غذایی دکترای مختلف، خارجی، ایرانی، گیاهخواری، یعنی همه جور رژیمی رو ما امتحان کردیم. 1 سال کامل ما گیاهخوار شدیم، گوشت اصلا نمیخوردیم، ولی هیچ تأثیری، یکم وزنمون چرا 4-5 کیلویی اومد پایین، ولی خب دوباره برگشت. یعنی اون اولش که آدم هر رژیمی رو که شروع میکنه، اون اولش 4-5 کیلویی وزنش میاد پایین،
میاد پایین که 3-4 کیلوش آب بدنه که دفع میشه، به خاطر همون وزن میاد پایین. خب بعد رژیم هایی که با برنامه مشخص، مثلا شنبه صبحانه اینو بخورید، نهار اینو بخورید، شام اینو بخورید، بعد دوشنبه مثلا صبحانه این، نهار این، شام این، میان وعده این، اونها رو هم عملی کردیم، انجام دادیم چند ماهی، ولی هیچ تأثیری ندیدیم. بعد یه پروتئین های خاصی پودرش در اومده که توی آمازون و همه سایت ها هم میفروشن، پروتئین های رژیم غذایی که میگن شما فقط این پروتئین رو بخورید و وزنتون میاد پایین. این پروتئین ها پودرهایی هستن که تمام ویتامین ها و پروتئین ها و املاحی که بدن نیاز داره توش هست، به صورت پودر در آوردن و میگن شما این رو اگر بخورید وزنتون میاد پایین، لاغر میشید در مدت چند ماه. خب ما اونم رفتیم، اونها رو هم خریدیم مرتب و استفاده کردیم اون پودرها رو، ولی هیچ تأثیری ندیدیم، هیچ تأثیری ندیدیم. برعکس، من تمام صورتم شد پر جوش، به خاطر اینکه دوش پر از شکره، به خاطر اینکه ما تو چین زندگی میکنیم. خب گفتیم بریم دکترای سنتی چینی، دکترای سنتی خب بهتر میدونن. دکترای سنتی خب تو خیلی از موارد، تو خیلی از مشکلات و بیماری ها تأثیر داره این دستورالعمل های سنتی که پزشکای سنتی چینی میگن، ولی برای لاغری هیچ تأثیری نداشت. یعنی تأثیر تمام این رژیم ها فقط 4-5 کیلو اومدن توی همون هفته اول دوم بود که بعد دوباره برگشت. تمام این رژیم ها همینجوری بود. طب سنتی رفتیم، چند تا دکتر طب سنتی رفتیم، گیاه های مختلف رو قاطی کردن، دادن، گفتن اینو بخورید، خوردیم و چقدر بدمزه و تلخ بود، ولی خب میخوردیم دیگه، میگفتیم به خاطر اینکه خب دکتر یه چیزی میدونه دیگه، دکتر یه چیزی میدونه، درسشو خوندن، تجربه دارن. این تجربه‌ای که من دارم از خودمون میگم، یعنی در واقع دارم خودافشایی میکنم، در واقع 99% شما یا 100% شما تمام این مسیرها رو پیش رفتید برای کم کردن وزن ولی به نتیجه نرسیدید. حالا من به خاطر نتیجه فوق‌العاده‌ای که از رژیممون گرفتم اومدم تمام اینا رو دارم میگم، یعنی در واقع دارم خودافشایی میکنم. رفتیم طب سنتی، یعنی اکیوپانچر یا همون طب سوزنی. رفتیم طب سوزنی، چندین ماه طب سوزنی رفتیم و اول پرسیدیم ازشون، از پزشکای چینی، که آیا تأثیر داره برای لاغری؟ گفتم بله تأثیر داره. خب همشون هم میاد تأثیر داره دیگه، خب به هر حال پزشک. چند ماه رفتیم طب سوزنی کردیم، یعنی سر تا پای ما رو کردن سوزن، سوزن خالی، از کف پا گرفته، از نوک انگشتان پا گرفته تا پا و روی کف، روی دست و همه جا، تا صورت، همه جا، شکم، پهلو، همه جا رو کردن پر سوزن و تأثیری ندیدیم. بازم هیچ تأثیری ندیدیم. بعد گفتن که، خود همون دکتر طب سوزنی گفتن که یه سری گیره هایی رو به گوش وصل میکنم، به این داخل لاله گوش، اینجاها، به این داخل لاله گوش، نه توی حفره گوش ها، به داخل این لاله گوش اینجاها یه سری گیره هایی رو وصل میکنن، چسبیه میچسبونن، که اونا فرکانس میده از خودش و به خاطر فرکانس هایی که میده باعث میشه شما رو کم اشتها میکنه، اشتهای شما رو میگیره به مواد غذایی و باعث میشه شما لاغر بشید. خب ما رفتیم، حالا من خب خیلی وزنم بالا نبود، من میخواستم 20 کیلو بیارم پایین، ولی خب همسرم وزنش بالاتر بود، میخواست وزنش رو خب بیشتر بیاره پایین. هر دوتا گوشش رو از این گیره ها گذاشتن و میگفتن که هفته یه بار باید بیای عوض بکنی، و اونها هم هیچ تأثیری نداشت. یعنی اینا رو دارم میگم برای اینکه بدونید که با پزشک رفتن، با دکتر لاغری رفتن نتیجه نمیگیرید و شما حتما باید پول بدید تا یه نتیجه‌ای بگیرید، حتما باید پول بدید تا بیماری هاتون بره، حتما باید پول بدید تا لاغر بشید.
حتما باید پول بدید تا جوان‌تر و زیباتر بشید. نه، تمام این کارا رو من خودم بر اساس تجربه انجام دادم. چیزهایی که توی دنیا داره گفته میشه، خب میبینید که یه روز میام میگم این ماده غذایی رو بخورید ضد سرطانه، بعد چند سال یه دانشمند دیگه میاد میگه نه این سرطان‌زاست، اینو نخورید. دانشمند دیگه میاد میگه این ماده غذایی رو اینجوری استفاده بکنید. دانشمند دیگه چند سال بعدش میاد میگه نه این برعکسش عمل میکنه، نخورید. یعنی کلن توی جامعه پزشکی خاطر اینکه هی علم پزشکی داره پیشرفت میکنه، هی داره گسترده تر میشه، هی داره رشد میکنه، خب بعد چند سال میفهمن که مثلا این ماده غذایی برعکس اون چیزی که چند سال پیش گفتن عمل میکنه و نباید خورده بشه. پس به نظر من هر کسی بدن خودش رو بهتر میشناسه. یعنی کسی که مثلا صورتش پر جوشه میدونه که کدوم ماده غذایی رو میخوره صورتش جوش بیشتر میزنه بیرون. خب بدن همه انسان ها با هم فرق میکنه و باورهای همه انسان ها هم با هم فرق میکنه. یکی باور داره که وقت سرما میخورم با چند تا لیوان شربت آب لیمو عسل خوب میشه، واقعا هم خوب میشه، مثلا به قرص و دکتر نمیرسه. مثلا دختر من هر ما سرما میخوره هر دفعه بهش میگم برو دکتر، میگه نه خودش خوب میشه. واقعا هم خودش خوب میشه، برای اینکه باورش اینه که خودش خوب میشه، سرماخوردگی چیزی نیست. و واقعا هم خودش مثلا در عرض 4 روز 5 روز خودش خوب میشه، اصلا نه قرص میخوره نه دکتر میره. ولی مثلا یکی دیگه از دوستای خیلی نزدیک ما سرما که میخوره اصلا تا قیافه دکتر رو نبینه خوب نمیشه. یعنی هر کاری میکنه، هر داروی خودش تو خونه، هر دارویی میخوره، قرص سرماخوردگی میخوره، قرص ضد سرفه میخوره، شربت آب لیمو عسل، یعنی هر چیزی که تو خونه خودش مصرف میکنه برای اینکه سرماخوردگیش خوب بشه خوب نمیشه. انگار که این باید حتما قیافه دکتر رو ببینه تا خوب بشه. دکترم هم همون داروها رو بهش میده، همونایی که خودش تو خونه میخورد، ولی خب اونجوری خوب میشه. باورها خیلی تاثیر دارن توی سلامتی جسم ما یا بیمار شدن جسم ما، اینو من خیلی باور دارم. و یکی دیگه این که و دوستان یه چیزی رو بگم، اینه که همونطور که ذهن ما نیاز به خوراک مناسب داره، یعنی باید باورهای مناسب بهش بدیم، باید افکار مثبت بهش بدیم، جسم ما هم نیاز به تغذیه مناسب داره، باید غذای مناسب بهش بدیم، غذایی که با بدن ما سازگار باشه. وقتی افکار منفی، غیبت کردن، ناراحتی برای ذهن مضره و باعث میشه اتفاقات بد تو زندگیتون ایجاد بشه، خب غذای نامناسب، غذای بد که با جسم شما سازگار نیست هم باعث میشه بدن شما مریض بشه، بیمار بشه و اگر ادامه پیدا بکنه به بیماری های خطرناک و بزرگتری کشیده میشه، به بیماری هایی که نمیتونید درمانش بکنید. 2 سال پیش من و همسرم که دیگه از تمام رژیم های لاغری گذر کرده بودیم و ناامید شده بودیم، 2 سال پیش من شروع کردم به مطالعه کردم. من خیلی دوست دارم راجب همه چیز تحقیق کنم، پژوهش بکنم، راجب زیبایی صورت که بدون پزشک رفتن، بدون بوتاکس کردن، بدون جراحی کردن، بدون هر چیزی چهره زیبایی صورت ما یا در واقع جوانی به ما برگرده، جوانتر و زیباتر بشیم. یعنی اینکه عوض اینکه برید دکتر لیفت صورت بکنی، بوتاکس کنی، هر کاری بکنی، خودت بتونی خودتو زیباتر و جوانتر بکنی. البته منظورم لوازم آرایش نیست، بدون لوازم آرایش، بدون اینکه آرایش بکنی خودت جوانتر و زیباتر دیده بشی، جوانتر و زیباتر بشی. خب شروع کردم به تحقیق درباره بدن، در مورد فیزیولوژی بدن، در مورد ماهیچه ها، در مورد اینکه بدن اصلا چجوری چربی سوزی میکنه، چجوری به چی جواب میده، اصلا بدن من به چی جواب میده. خودم فهمیده بودم که من مثلا مواد قندی و شکری میخورم، خب صورتم جوش میزنه، جوشای زیادی یه دفعه
در از چند روز میزد بیرون. خب شروع کردم مواد قندی و شکری رو کم کردن، چیزهایی مثل کیک و شیرینی و بستنی و فالوده و همین شیرینیجات رو همه رو کم کردم، یعنی حذف کردم در واقع، نه اینکه کم کردم، یه مدت حذف کردم نتیجهش رو ببینم. حذف کردم و نتیجهش هم دیدم که خب جوشام کمتر شد، از بین نرفت، کامل از بین نرفت ولی کمتر شد. خب به خاطر اینکه من فقط کیک و شیرینی و بستنی و نوشابه و اینجور چیزای شیرین رو حذف کردم، بعد دیدم که خب تأثیر داره. اومدم تحقیق کردم دیدم که چه چیزایی توش مواد قندی هست، توش قند داره یا لاکتوز داره. دیدم شیر لاکتوز داره، خب لاکتوز همون قند خود شیره دیگه، یا مثلا میوه ها لاکتوز دارن، لاکتوز میوه همون قند میوه است دیگه، فرق نمی کنه با همون شکر معمولی که ما میخوریم، چون شکر هم گیاهه دیگه، گیاهیه، فرق نمی کنه با اون. اومدم میوه ها رو حذف کردم، اومدم یه سری از مواد غذایی هم که توش مثلا شکر داره مثل سس ها، اومدم یه سری از سس ها رو هم حذف کردم، یعنی بر اساس تحقیقی که کردم دیدم توی این سس ها هم، سس مایونز، سس کچاپ هم شکر میزدن. حالا چون آدم شیرینیجات زیاد میخوره متوجه نمیشه که توی اونا شکر هست، ولی منی که الان 2 سال شکر نمیخورم، وقتی که یه چیزی رو میخورم خیلی واضح تو همون لحظه اول کوچکترین شیرینیش رو حس میکنم و میفهمم که این شکر داره. سس ها شکر دارن، شکر میزنن توش. حتی دوستان، حتی توی نوشابه های زیرو شوگر هم شکر میزنن، نه این شکر معمولی که به اسم شکر توی عام به اسم شکر معروفه، نه، جایگزین شکر میزنن، مثل استویا، مثل اریتروتول، که اینها رو جایگزین شکر اصلی میکنن و توی نوشابه های زیرو شوگر میزنن، توی کیک و شیرنیا، تو بستنیا میزنن و میگن شوگر فری یا زیرو شوگر، ولی در واقع دارن گول میزنن شما رو. زیرو شوگر نیستن، شوگر فری نیستن هیچ کدومشون. چون اصلا اگر شیرین نباشه اصلا قابل خوردن نیست، یعنی شما نمیتونید بخورید، میگه چقدر بدمزه است. یه بار امتحان کنید، شما یه کیک درست کن تو شکر نزن، اصلا خوشمزه نیست، اصلا خوشت نمیاد. یا بستنی درست کن تو شکر نزن، اصلا نمیتونی بخوری، خوشت نمیاد. ولی تمام این جایگزین های شکر مثل استویا، مثل اریتروتول، اینها همشون شکرن، اونها هم گیاهی هن. درسته خود شکر هم گیاهیه، ولی من تحقیقی که کردم تمام این جایگزین های شکر همون مضراتی رو داره برای بدن، همون ضررهایی رو برای بدن داره که خود شکر داره. یعنی شما اگر شکر نخوری بیای این جایگزینا رو بخوری، هیچ فایده‌ای واسه بدنت نداره، بلکه ضرر هم داره، همون ضررهایی رو داره که شکر داره. پس خودتون رو گول نزنید، اونها رو هم حذف کنید. خب من همونطور که گفتم دیدم که خب نوشابه زیرو شوگر می‌خرید، می‌بینی نوشته زیرو شوگر، یا مثلا یه بستنی می‌خرید می‌زنه شوگر فری یا زیرو شوگر، ولی خب چقدر خوشمزه است، خوبه، خیلی خوبه، آدم اولی ذوق می‌کنه که خیلی خوبه دیگه، از این به بعد اینجوری می‌خورم. ولی دیدم نه تنها وزن پایین نمیاد، بلکه جوشای صورت برمیگرده، بلکه همون مشکلات جسمی رو داریم و هیچ فرقی نمیکنه، تازه روز به روزم داریم بدتر میشیم. حالا مشکلات جسممون چی بود؟ خب زانو درد بود، گردن درد بود، گردن دردی که همسر من داشت، خب که بارها و بارها هم تو ایران هم توی چین، یعنی بگم بیشتر از 20 تا پزشکای مختلف، پزشکای فوق تخصص و پزشکای سنتی، همه جوره رفت امتحان کرد، همشون عکس که مینداختن میگفتن که 2 تا از مهرهای گردنت مادرزادی به هم چسبیده، یعنی بینش غضروف نیست، به هم چسبیده، به خاطر همونه که
این به عصبی که از لای این دوتا مهره ها رد شده فشار میاره و باعث میشه که درد بگیری، یعنی گردندرد شدید داشت، اصلا شبا نمیتونست بخوابه. بیشتر از 10 تا بالش های طبی مختلف رو ما خریدیم ولی هیچ کدوم جوابگو نبود، تاثیر نداشت، نمیدونستیم چی کار بکنیم. خب دیگه پزشک فوق تخصص رفتیم بارها و بارها، پزشکای سنتی رفتیم بارها و بارها ولی جواب نمیداد. یا کمردردی که همسرم داشت، گوشش هر 2-3 ماه یه بار عفونت میکرد، درد میگرفت شدید، میرفتیم دکتر، چند تا قطره میداد، پماد میداد، انجام میدادیم، به مدت 1-2 ماه خوب میشد، درمان نمیکرد، بعد دوباره شروع میشد. چشمش مثلا یکی از چشماش هر 2-3 ماه یه بار خونی میشد، خیلی شدید خون میافتاد و بارها و بارها دکتر رفتیم، فقط قطره میدادن، پماد میدادن، برای یه مدتی 1-2-3 ماه خوب میشد، بعد دوباره شروع میشد. جالب اینجا بود که دکتر رو عوض میکردیم، دکتر دیگه ای میرفتیم، ولی هر دکتری میرفتیم همون دارو رو میداد. یعنی داروشون، داروی چشمشون، گوششون یا کمردرد، داروهایی که به همون میدادن، پزشکا متفاوت بودن، پزشکای متفاوت میرفتیم ولی داروها مشابه بود، همون دارو رو به همون میدادن. همین اولش بگم، من به تمام جامعه پزشکی، به تمام پزشکا احترام میذارم، واقعا براشون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم، کمک میکنن تا مردم بیماری هاشون رفع بشه، برای سلامتی و تندرستی مردم دارن زحمت میکشن، کمک میکنن تا مردم راحت تر و شادتر زندگی کنن. من تو این برنامه فقط میخوام از تجربیاتی که برای خودم و همسرم در طول این سالها ایجاد شده بهتون بگم، نه بر اساس شنیده ها از دوست و خانواده و کسای دیگه، یا نه بر اساس خونده ها و تحقیقات، نه، چیزهایی که توی زندگی خودمون برای خودمون پیش اومده، ایجاد شده تا به جایی رسیدیم که الان در طول این 2 سال من و همسرم نه تنها به وزن ایدئال خودمون رسیدیم که سالها دنبالش بودیم، بلکه از لحاظ جسمی، از لحاظ بدنی در کمال صحت و سلامت هستیم. یعنی نه زانو درد، نه کمر درد، نه مشکل قلبی، نه مشکل هورمونی، نه فشار خون، نه قند خون، نه کلسترول بالای خون، نه هیچی، یعنی کاملا در صحت و سلامت هستیم. و به خاطر همین تجربیاتی که در طول این 2 سال ما برای خودمون ایجاد کردیم و به نتیجه رسیدیم، و واقعا چون نتیجه گرفتیم، من الان اومدم اینجا دارم میگم، اگر نتیجه نگرفته بودم، اگر تو 50-50 بود و هنوز نتیجه نگرفته بودیم، خب من نمیومدم اینجا توضیح بدم، چون میگفتم هنوز به نتیجه نرسیدیم، ممکنه خب برگرده. ولی تو این 2 سال ما داریم این رژیم غذایی رو دنبال میکنیم و واقعا متعهدانه هم داریم دنبال میکنیم و انجامش میدیم و به نتیجه کاملا مطلوب رسیدیم. بعد یه مدت من فهمیدم که تمام چیزهایی که درست میکنن تو شکر میزنن، یعنی هر چیزی که تو شکر، حتی شما اگر دقت کرده باشین، خمیر نونم که درست میکنن تو شکر، هم نمک میزنن هم شکر میزنن، خاطر اینکه پف بکنه. یعنی در واقع توی هر چیزی شکر میزنن برای خوشمزه تر شدنش. شیرینیجات و بستنی ها اینا که دیگه اصلا هیچی. نوشابه های زیرو شوگر رو حذف کردیم. خب نوشابه ها رو که حذف کرده بودیم، چون میدونستیم توش قند داره، ولی خب فکر میکردیم نوشابه های زیرو شوگر توش قند نداره. نوشابه های زیرو شوگر هم حذف کردیم بعد اینکه فهمیدیم که اونها هم شکر داره، در واقع شکرهای جایگزین داره، مثل استویا، مثل اریتروتول، اونها رو حذف کردیم. کیک و شیرنیا و بستنی هایی که روش میزدن که زیرو شوگر یا شوگر فری، اونها رو هم حذف کردیم. سس ها رو حذف کردیم، مثل سس گوجه یا همون کچاپ، مثل مایونز، مثل انواع و اقسام سس های دیگر رو حذف کردیم. میوه ها رو حذف کردیم. خود ببینیم میوه ها همشون تو شکر داره. اگه دقت کرده باشین، میوه ها نسبت به میوه های 10 سال پیش خیلی شیرین تر و خوشمزه تر شده، حتی خوش رنگ تر شده، حتی
سایزشون بزرگتر شده. یعنی اگه دقت کرده باشین مثلا 10 سال پیش منگوها همه کوچیک کوچیک بود، ولی الان منگو رو نگاه میکنیم مثلا 4 برابر سایز قبلشه. یا توت فرنگی ها قبلا خیلی کوچولو بود، ولی الان توت فرنگی اندازه نارنگیه. یا مثلا من یادمه مثلا 20 سال پیش که ما پرتقال میخوریم تو ایران، پرتقال همه ترش بود، انقدر ترش بود که ما بهش نمک میپاشیدیم که ترشی زیاد پرتقال رو بگیره و اونجوری میتونستیم بخوریم. ولی الان پرتقال همه شیرین شده، توت فرنگی ها شیرین شده، هندوانه واقعا پر از قند شده، شیرین شده. خب اینا معلومه که دستکاری میکنن، که هم توی سایز بزرگتر و خوشگلتر شدن، هم شیرین تر شدن، هم خوش رنگ تر شدن. اینا همه دستکاری میشن. یعنی شما یه سر بیای چین، میوه های چین رو ببینید اصلا تعجب میکنید. همه دستکاری میشن، همه بهشون قند اضافه زده میشه، بهشون مواد دیگه زده میشه که اینجوری میتونن تغییر بکنن. خب پس بهتره که ما گولشون رو نخوریم، ما عقل داریم، بیاییم ببینیم که آقا وقتی که من مثلا هندوانه میخورم صورتم میشه خود جوش، میام مثلا یه زردالو خوشمزه درشت میخورم، یا مثلا یه منگو میخورم خیلی شیرینه، توت فرنگی میخورم خیلی شیرینه، زانوم درد میگیره، بعد از چند ساعت میبینم زانوم درد گرفته، خب یه مشکلی هست. نباید همینجوری جامعه رو، من باورم اینه که نباید هر چیزی رو پیروی بکنیم، همه هر کاری که همه مردم میکنن ما هم انجام بدیم. بهتره که با عقل خودمون تصمیم بگیریم، چون همونطور که گفتم جسم هر کس متفاوت از جسم کس دیگه ایه و یه سری مواد غذایی برای بدن من خوبه ولی ممکنه برای بدن شما خوب نباشه. پس بیایم خودمون آگاهانه ببینیم که چه مواد غذایی واسه همون خوبه، چه تأثیری داره تو بدنمون، تأثیر خوب یا بد، و بر اون اساس انتخاب بکنیم. اومدیم شکر رو کامل حذف کردیم و تمام مواد غذایی هم که تو شکر داشت رو همونطور که گفتم حذف کردیم و دیدیم خیلی تأثیر خوبی گرفتیم. تأثیرش خیلی بهتر بود، 100% نبود، کامل نبود، مشکلاتمون کامل نرفت، مشکلات جسممون کامل برطرف نشده بود، ولی خب بهتر شده بود، کمتر شده بود. خب خیلی هم سخت اولش که بخوای تمام مواد غذایی که شکر داره رو بذاری کنار، نوشابه نخوری، میوه نخوری، بستنی نخوری، کیک و شیرینی نخوری، سس نخوری، خب این خیلی سخته. واقعا اولش برای ما خیلی سخت بود. ولی حالا توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که چجوری اینا رو انجام بدید که بتونید ذهنتون رو قانع بکنید که براتون سخت نباشه، بتونید از اون سختی اولیه گذر بکنید و راحت تر این رژیم رو ادامه بدید و دیگه اون هوس‌های شیرینی‌جات هم از ذهنتون بره. دیگه اون هوس‌هایی که بعضی وقتا میاد سراغ آدم که یه بستنی بخورم، یه شیرینی بخورم، حالا هیچی نمیشه، اونها رو هم از ذهنتون رد کنید که دیگه بتونید راحت این رژیم رو ادامه بدید که ماندگار باشه براتون. خب این ویدیو تا اینجا خیلی طولانی شد. هنوز موارد زیادی هست برای این رژیم غذایی باید بهتون بگم که دوست دارم بهتون بگم، ولی خب خیلی طولانی میشه. توی ویدیوهای بعدی موارد بعدی و راه حل‌های بعدی رو بهتون میگم. امیدوارم روز خوبی داشته باشین، همیشه تو سلامتی و تندرستی باشین و شاد و پر انرژی باشین. خدا نگهدار همتون.